کسانی که میروند در مساجدی که در آنجا تعصب مذهبی است امام حنفی است مقتدیا حنفی هستند تعصب مذهبی دارند تو میری در اونجا رفع الیدین میکنی آمین به جر میکنی و این کارت میدانی که سبب برخورد با مردم و با امام مسجد میشود گفتم که این انسان احمق است اما من یقین دارم صد در صد که رفع من رفع می میکنم من آمین به جهر می میگویم و این یقین صد در صد دارم که این سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است اما اگر همین سنت ما من به شما یک مثال میگویم یک روز حضرت معاذ از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان امام تعیین شدن در یکی از قریه‌های اطراف مدینه رفتن در این روستا در رکت اول سوره بقره خوان در رکت دوم سوره آل عمران خوان مردم قری آمدن گفتن یا رسول الله ماز ما را در و در کرد ما مردم مالدار هستیم زمیندار هستیم ما باید صبح وقت بریم سری زمین های خود این درکت اول آمد سوره بقره خوان درکت دون سوره عالم را رسول الله،, رسول الله, صلی اللہ علیه تراب کردن چی گفتن بهش در حدیث صحیح است گفتن افتانون انت یا معاذ آیا تو فتنگر شدی ای معاذ گفت یا رسول الله چی کار کردم؟ تو بقره و سوره یعنی قرآن زیاد خواندن معاز برای مردمی که نمیفهمیدن مردمی که کار داشتن زندگی داشتن برای او مردم میتواند سبب فتنه شود گاهی اوقات قرآن میتواند سبب فتنه شود اگر به طریق غیر صحیح استفاده شود به خاطر همین من میگویم که در جایی که آمین به جر و رفع الیدین سبب فتنه و فساد برای مسلمانها شود نکنید آیا که شما آمین به جر ترک کردید رفع الیدین ترک کردید نمازتان باطل می شود شود